اگه اون بمیره ما قاتل میشیم. ما که قاتل نیستیم، قاتلی؟ بهترین فیلم های جنایی ایرانی بعد از انقلاب. تو این ویدیو نگاهی انداختیم به فیلم های مهم سینمای ایران بعد از انقلاب در ژانر جنایی که نباید تماشایشان را از دست بدید. فیلم های جنایی یکی از محبوب ترین و قدیمی ترین ژانر های سینمایی بودند. از آغاز تاریخ سینما و اولین فیلم هایی که ساخته شد، فیلم های جنایی هم حاضر بودند. ژانر جنایی در طول تاریخ سینما مادام خود را بروز کرد و بر امکانات فنی و بیانیش افزود تا کماکان یکی از پرطرفدارترین ژانرهای سینمایی باشد که از دلش کلی زیر ژانر مختلف از نوار گرفته تا معمایی، گنگستری و سرقتی زاده شود. یادتون نره که اگر این ویدیو رو دوست داشتید برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید. بهترین فیلم‌های جنایی سینمای ایران بعد از انقلاب به ترتیب سال نمایششان: انفجار 1359. در کوران انقلاب یک گروه مبارز مسلمان میکوشد تا انبار اسلحه خود را در شمال کشور تخلیه کند و به دست مردم برساند. زنی جزء اعضای گروه است که شوهرش در زندان به سر میبرد و محل انبار اسلحه را به گروه اطلاع میدهد. ساموئل خاچیکیان را به اسم هیچکاک سینمای ایران میشناسند. فیلمسازی که تقریبا در تمام فیلمهای خود سعی در اطلاع ژانر جنایی در فرهنگ سینمای ایران داشت. دلهره و ضربت از جمله فیلمهای جنایی مهم خاچیکیان پیش از انقلاب است. فیلم انفجار در بحبوح انقلاب و پیروزیش ساخته شد و از آنجایی که یک فیلم جنایی سیاسی بود به اکران در نیامد تا سال 59 که انقلاب اسلامی موقعیتی تثبیت شده تر پیدا کرد. ساموئل خاچیکیان به خوبی موفق شده بود یک داستان جنایی را با فضای سیاسی روز جامعه در هم بیامیزد و فیلمی هیجان انگیز بسازد. هرچند بعد از این و در دهه 60 و 70 نتوانست موفقیت فیلم‌های پیشین خود را تکرار کند. سرب 1367. در سالهای 1330 تهران یک زوج جوان یهودی خواهان عزیمت به سرزمین موعود یعنی اسرائیل هستند. اما از آنجایی که عمویشان یعقوب مخالف جریان صهیونیسم است با مخالفت سازمانهای هاگانا که یک گروه بسیج کننده یهودیان میباشند مواجه میشود. سرب به کارگردانی مسعود کیمیایی در زمان اکران خود با استقبال ویژه‌ای از سوی منتقدان روبرو شد. بسیاری فیلم را تحسین کردند و آن را یک نمونه کامل از فیلم نوار ایرانی دانستند. این در حالی بود که تا پیش از سرب ژانر نوار که یکی از زیرشاخه‌های ژانر جنایی است در سینمای ایران محلی از اعراب نداشت. علاقه ویژه مسعود کیمیایی به ژانر نوار باعث شد تا او به عبارتی اولین فیلم جنایی نوار سینمای ایران را بسازد. فیلمی که هرچند از اصول ژانر نوار الگو میگیرد اما به خوبی با فرهنگ و شکل زیست ایرانی در آن سالها هماهنگ شده بود. این فیلم در هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر در شش بخش نامزد سیمرغ بلورین شد. دو سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری و بهترین چهره پردازی و یک دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن را به خانه برد. قرمز 1378. هستی زنی است که از همسر درگذشته خود دختری به نام طلا دارد و با جوان پولداری به نام ناصر ملک ازدواج کرده است. همسر جدید او دچار بیماری سوء زن است و مدام او را کتک می‌زند. هستی پس از مراجعه به عمویش به درخواست قاضی دادگاه و به منظور ایجاد آرامش در محیط خانه تصمیم می‌گیرد از شغل مورد علاقه‌اش دست بکشد، اما باز هم مشکلات آنها حل نمی‌شود. قرمز فیلمی بود که نام فریدون جیرانی را به اکثر زبان‌ها انداخت. قرمز یکی از اولین فیلم‌های بعد انقلاب است که سعی دارد یک عشق جنون‌آمیز و بیمارگونه را به تصویر بکشد که در نهایت به خشونت خانگی منجر می‌شود. یک فیلم جوانانه که در زمان خود بسیار خط‌شکن بود. هم در نمایش عاشقانه دیوانه‌وارش و هم در القای حس خشونت که تماشاگر را در طول تماشای فیلم بی اغراق آزار می‌دهد. زوج هدیه تهرانی و محمد رضا فروتن در فیلم درخشان ظاهر می‌شوند. فیلم قرمز در 9 بخش از 17 جشنواره فیلم فجر نامزد شد و دو سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین بازیگر نقش اول زن را به دست آورد. سگ‌کشی 1380. بدون فریادم میشه اینو پرسید؟ یک نویسنده ایرانی به نام گلرخ کمالی که سال گذشته شوهرش را به گمان رابطه‌ای میان او و منشی شرکتش ترک کرده بود، با پایان جنگ به تهران برمیگردد و شوهرش را می‌بیند که ورشکسته شده و در حال رفتن به زندان است. گلرخ متوجه می‌شود که شریک ناصر با صحنه‌سازی تمام سرمایه شرکت را برداشته و به طور غیرقانونی از مرز خارج شده.
گلرخ بر خود می‌داند که در جبران بدگمانی بیجایش حالا به نجات شوهرش بشتابد. سگ‌کشی یک فیلم هیجانی و جنایی با مایه‌های نئونار ساخته بهرام بیضایی است که پرفروش‌ترین فیلم سال 1380 سینمای ایران شد. سگ‌کشی که از فیلم‌های مهم سینمای ایران به شمار می‌رود، در 19امین دوره جشنواره فیلم فجر در 12 رشته نامزد شد و 5 سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین فیلمنامه، بهترین طراحی صحنه و لباس، بهترین فیلمبرداری و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و یک دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرد. حالا دیگه نمیتونم ول کنم. نه. حالا دیگه به خاطر اون نیست. به خاطر خودم. رنگ شب 1380. رسول کارمند بانک با زنی به نام بتول و پسرش تصادف میکند و وقتی آنها را به بیمارستان میرساند متوجه میشود که زن دچار فراموشی شد. زهره همسر رسول به بیمارستان میآید و از زن مراقبت میکند. زهره و بتول با هم صمیمی میشوند و چون بتول کسی را ندارد او را به خانه رسول میبرند. زهره پس از مدتی از حضور او معذب میشود و از رسول میخواهد تکلیف او را روشن کند. محمد علی سجادی هم از جمله کارگردانانی است که متأثر از ساموئل خاچیکیان عمده فعالیت فیلمسازی خود را بر ساخت آثار جنایی معطوف کرده است. اسیری، شیفته، جنایت و شوریده از جمله فیلم‌های مهم دیگر او هستند. هرچند اسیری فیلمی است که بیشتر دیده شده، اما رنگ شب به شکل ویژه‌ای مورد توجه منتقدان قرار گرفت و از نظر سینمایی بسیار قابل بحث است. فیلمی که در آغاز یک درام خانوادگی به نظر می رسد، اما هرچه جلوتر می رود وحشی تر می شود و جنایت از گوشه گوشه فیلم بیرون می زند. بازی فریبار زهرابنیا و لعیا زنگنه در کنار هم بسیار گیرا عذاب در آمده و تماشاگر را مجذوب شیمی میان خود می کند. این فیلم در بخش مسابقه 19امین جشنواره فیلم فجر حضور داشت، اما در رشته نامزد نشد. دیگه نمیتونم. نیستی ببینی که چطوری میشینه چلیک جوری تخمه میشکنه. میره سر کمدم لباس هامو میپوشه. این زن حرف نمیزند. 1381 سوریا با اردلان وکالت زنی به نام الهه احمدی را بر عهده میگیرند. الهه متهم است که جوانی را با چاقو کشته و حاضر به حرف زدن نیست. فیلم این زن حرف نمیزند درامی جنایی است که در زمان ساخت خود به خصوص در روایت فیلم پیشرو به نظر می رسید و البته فاز زن آزادخواهانه جدی داشت. جالب است بدانید در ابتدا داستان از طریق خود متهم برای وکیل بازگو می شد، اما در بازنویسی فیلم نامه این جنبه سکوت به او اضافه شد. حکم 1384. تو که مغز جای خودش نیست اینجا. اما من میزنم جایی که مغزته. حکم 25امین فیلم مسعود کیمیایی با خلاصه داستان حکم که صادر شد باید اجرا بشه. اگر به ترسی تأخیر کنی جا بزنی حکم خودت صادر میشه، در 9 آذر 1384 اکران شد. همانطور که سور یکی از مهمترین فیلم‌های جنایی گنگستری اولیه در تاریخ سینمای ایران به حساب میآید، حکم از معدود آثاری است که با چنین درون‌مایه‌ای در دهه 80 ساخته می‌شود. بالاخره فهمیدی خره. هیچوقت خودم نشده. کیفر 1389. همه گی دستشون توی کاسه است. مردی میانسال به دلیل قتل یک جوان در آستانه قصاص است. خانواده وی در تلاش جلب رضایت اولیای دم هستند و در این رابطه مبلغی را به عنوان پول دیه جور کردند که هنگام انتقال آن از بانک توسط چند سارق دزدیده می شود. کیفر فیلم غیر منتظره جشنواره فجر سال 88 بود که کسی انتظارش را نداشت. این فیلم از جمله مهمترین و جالبترین فیلم های گنگستری سینمای ایران در سالهای گذشته است. فیلم کیفر از 28امین جشنواره فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. گفتم برزو مرهم زخم هموطن تو قربت مروت لا مروت. خشم و هیاهو 1394. این زن عزیزترین کس منو گرفته، عزیزترینشو بگیر. میدونم من دارم دعای بدی میکنم. این فیلم داستانی جنایی و پیچیده از زندگی یک خواننده را به تصویر می‌کشد. داستان این فیلم
بسیار شبیه به روایت قتل همسر ناصر محمدخانی و اعدام زن صیغه‌ای اوست. فیلم خشم و هیاهو روندی تکاملی دارد و به موقع و به اندازه اطلاعات جدید و ظریفی را در اختیار تماشاگر قرار می‌دهد تا آنها را مانند تکه‌های پازل کنار یکدیگر بچیند و جنایت را کامل کند. هومن سیدی بسیار کنترل شده از امکانات پیچیده و تکنیک‌های اعجاب انگیز سینما استفاده می‌کند. فیلمبرداری درخشان پیمان شادمانفر هم تصاویر را غنی‌تر می‌کند، انگار که به آنها جان بخشیده باشد. این دو عامل در کنار هم فیلم را سرپا نگه می‌دارند و تماشاگر را به تماشای فیلم مشتاق‌تر و حریص‌تر می‌کنند. فیلم خشم و هیاهو نامزد 4 رشته در 35مین جشنواره فیلم فجر شد و 2 جایزه ویژه هیئت داوران و بهترین فیلم برداری را دریافت کرد. لانتوری 1395. پسر جوانی به نام پاشا که سردسته باندی است تبهکارانه به نام لانتوری عاشق دختری به نام مریم می شود. مریم بارها پاشا را از خود می راند و پاشا که به صورت بیمارگونهی به او دل بسته است پس از تلاش های بسیار ناامید می شود و از سر خشم فراوان تصمیم می گیرد به صورت مریم اسید بپاشد. این فیلم نفسگیر، پر هیاهو و تأثیرگذار در 34مین جشنواره فیلم فجر در 3 رشته نامزد شد و یک سیمرغ بلورین بهترین صدا را کسب کرد. اصلا لانتوری اسم مناسب برای فیلمتون نیست، چون این فیلم قصه مریم و بخششش. خفگی 1396. همین چند دقیقه منو با مسعود تنها نذار. صحرا مشرقی پرستار یک بیمارستان روانی است. مسعود سازگار همسرش را که ظاهراً دیوانه شده در این بیمارستان بستری می‌کند. صحرا مشرقی وقتی با همسر مسعود آشنا می‌شود، پی به حقایقی عجیب از زندگی آنها می‌برد و ناخواسته وارد ماجراهایی می‌شود. فیلمی سرپا و سرحال که با فیلم‌های معمولی که در سینمای ایران می‌بینیم کمی متفاوت است. احتمالاً خفگی برای عده‌ای فیلم گنگ، بی‌هدف و سخت فهم به نظر می‌رسد و یا از سیاه و سفید بودن فیلم حوصله‌اش سر برود، اما تماشاگر حرفه‌ای به خوبی متوجه ویژگی‌های بارز خفگی و داستان متفاوتش برای سینمای ایران می‌شود. فیلم خفگی در 35مین دوره از جشنواره فیلم فجر در 2 بخش نامزد شد و یک سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه میدانی را کسب کرد. اگه دوستش داشتی برای چی با من ازدواج کردی؟ برای چی به من گفت باشه؟ متری 6.5 1397. متر 6.5 داستان جستجوی پلیس مبارزه با مواد مخدر برای پیدا کردن فروشنده بزرگ شیشه در پایتخت. سعید روستایی در متر 6.5 سعی کرده قبل از هر چیز یک درام ماجراجویانه و سینمایی خلق کند که در ساختارش بسیار مرهون از تاریخ سینماست، ضمن اینکه ایده های پیشروانه خودش را هم دارد. جسارت سعید روستایی برای رفتن به سراغ چنین پروژه سنگینی ستودنی است. در نیمه ابتدای فیلم با تعلیق و گریزهای آتشینی مواجهیم که نفس را در سینه حبس می‌کند و به تماشاگر اجازه نمی‌دهد حتی برای یک لحظه هم از پرده سینما چشم بردارد. دیگه یه دختر 5 سال عمرمو گذاشتم پاش. من میدونم با یکی دیگه است. میدونم اون منو داده. ژانر جنایی در سینمای ایران. در سینمای ایران قبل از انقلاب هرچند تفکیک ژانر به شکل حرفه‌ایش وجود نداشته و عموم فیلم‌ها را در دسته فیلم‌های فارسی قرار می‌دهند، اما اکثر فیلم فارسی‌ها جایی کارشان به ژانر جنایی گره خورده است. قیصر مسعود کیمیایی را می‌توان یکی از اولین نمونه‌های فیلم جنایی ناب دانست. منم می‌فرستمش زیر خاک. تازه این اولش بود. نمره بود. یعنی فیلمی که کاملا آگاه به قواعد ژانریک ساخته شد و میخواست تجسمی از این ژانر قدیمی را در سینمای ایران به وجود بیاورد. قیصر خود زمینه ساز ساخت فیلم‌های جنایی بسیاری در تاریخ سینمای ایران گشت. بعد از انقلاب اسلامی، عموم فیلم‌ها که به مرور از جهان فیلم فارسی‌ها فاصله می‌گرفتند، جنایی و معمایی بودند. چرا که حالا با محدودیت‌های جدید در نمایش زنان و روابط، این یک داستان جنایی هیجان‌انگیز بود که میتواند پای تماشاگران انبوه را به سالن سینما باز کند. ساموئل خاچیکیان را میتوان یکی از اولین و مهمترین کارگردانان ایرانی دانست که در تمام مدت فعالیتش در عرصه ژانر جنایی و فیلم‌های خصوصا تعقیب و گریزی و پلیسی فیلم ساخت و تأثیر بسزایی در شکل گرفتن زبان و دایره‌المعارف ژانر جنایی در سینمای ایران داشت.
کمی بعدتر با وقوع جنگ تحمیلی فیلم‌های جنایی با حال و هوای جنگ گره خوردن و بیشتر فیلم‌ها یا جنگی بودن و یا در ستایش جنگ ساخته شدن که باز هم در این فیلم‌ها تأثیرات سینمای جنایی را به وضوح می‌توان دید که چطور در داستان روایت و فرم فیلم‌های جنگی پرهیجان حضور داشتند. اگر علاقه‌مند به دیدن فیلم‌های جنگی هستین، بر روی لینک بالا کلیک کنید و ویدیوی بهترین فیلم‌های جنگی دفاع مقدس بر اساس امتیاز کاربران سایت سلام سینما را ببینید. از دهه 80 به بعد، سینمای ایران بیشتر به سمت ساخت درام و ملودرام رفت و کمی بعدتر هم با ظهور اصغر فرهادی و سبک خاص واقع‌گرایانه و رئالیستی‌اش، سینمای ایران بیش از پیش به سمت درام‌های رئالیستی اجتماعی پیش رفت و فیلم‌های جنایی محدود شدند به چندین مورد کم و مشخص. حالا شما به ما بگید، بهترین فیلم جنایی ایرانی که دیدی چه فیلمی بود؟ منتظر جوابای شما در کامنت‌های این ویدیو هستیم. سلام سینما. اگر ویدیومونو دوست داشتین، ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.